همسفر ما باشید. سفر این بار ما به سرزمین آبشار هاست، سرزمینی سرسبز و آباد همراه با سراب‌های پر آب. از قلعه فلک الافلاک و عظمت تاریخ براتون میگیم و موزه باستان شناسی. از دریاچه گهر و آبشار خروشان بیشه، به مزرعه کشت و صنعت سر می‌زنیم و کشاورزی و باغداری و گلخونه‌های برداشت گوجه و فلفل تا زنبورداری. از زندگی ساده مردمان این سرزمین براتون میگیم، پخت نان و نواختن آهنگ محلی و زندگی در سیاه چادر. شما همسفر ما هستید در استان لرستان، شهرستان خرم‌آباد. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان لرستان، ما در شهرستان خرم‌آباد هستیم و در واقع داریم به ظرفیت‌های این منطقه میپردازیم، بیشتر به ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه. یه فاصله حدوداً 10 کیلومتری گرفتیم، به مزرعه‌ای رسیدیم به نام در واقع مزرعه کشت و صنعت فجر صفای لرستان که ظرفیت‌های خیلی خوبی رو در این منطقه ایجاد کرده و ما الان ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه گردشگری و همینطور کشاورزی میتونیم شاهدش باشیم. اما تو این قسمت می‌خوایم به ظرفیت‌های مثل دامپروری و زنبورداری اشاره کنیم، چرا که زنبورداری یکی از مشاغلیه که تو کشورمون خوشبختانه جایگاه خوبی داره. ما هر شهرستانی می‌بینیم که طبیعت خوبی داره، آب و هوای خیلی خوبی داره، کوهستانی هم هست، قطعاً شغل یکی از در واقع شغل‌های کشاورزی اهالی اون منطقه بحث زنبورداری است. جناب مهندس خدمت خدا رحمی همراه ما هستن، برامون توضیح میدن دقیقاً اینجا چه اتفاقی میافته و به چه در واقع مشاغلی تو این زمینه مرتبط میشه و دارن فعالیت میکنن. شما بینندگان همسفر بفرمایید. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم همسفر، واد زنبورستان توی زمینه‌های متفاوت داره کار میکنه و چند محصولیه، در واقع محصولاتی مانند ژل رویال، زهر، عسل، برموم، موم، گرده گل و پرورش ملکه اصلاح شده. بله، ژل رویال هم هست. ژل رویال سیستم به این صورته که ما میایم یه تعداد کندو رو، امسال 50 تا کندو رو هر سه روز یک بار شروع میکنیم و از اونا
ژل استخراج میکنیم. به جای اینکه ملکه تخم ریز باشه، شما در واقع شبیه هم انجام میدین. تخم ریزی بکنه، یه سیستمی توی کندو ایجاد میکنیم توی کلونی که در واقع کندو احساس یتیمی میکنه، فکر میکنه که ملکه نداره. یعنی در واقع ملکه رو میذارن توی کندوی پایینی، یه حائلی و بین کندوی پایین و طبق بالا ایجاد میکنن. طبق بالا حس میکنه ملکه نداره و شروع میکنه ما اون تیرک های تولید ملکه رو در واقع توی کندو میذاریم و ملکه کندو فکر میکنه یتیم شده و دیگه ملکه ای نداره. شروع میکنه بعد از چند روز تیرک ها رو پر از ژل رویال میکنه. بعد از هر 72 ساعت تیرک ها از توی کندو برداشته میشه. حالا با قاشق برداشت ژل، ژلا استخراج میشه و کندو دوباره واسه برداشت بعدی آماده میشه. درسته. من توضیح بدم که ژل رویال واقعا خیلی مغذی و قاعدتا از یکی از کارشناسان حوزه زنبورداری وقتی پرسیدم گفتن عمر ملکه زنبور عسل از خود زنبورها طولانی تره و عمر بیشتری میکنه. دلیلش همینه که تغذیه همین ژل رویاله. درسته؟ 100% همینه و زنبورهای کارگر معمولا 40 تا 45 روز عمر میکنن، در صورتی که ملکه فقط عمر اقتصادیش 2 ساله و تا 4-5 سال هم عمر میکنه و علتش هم همون مصرف ژل رویالیه که براش تولید میکنن و توی کندو مصرف میکنن. زهر رو برای چی شما استخراج میکنید؟ زهر توی صنعت دارویی خیلی استفاده میشه، به این صورت که ما میایم یه دربای قاب کندوها رو برمیداریم و دربی که یه جریان الکتریسیته در واقع به جای تولید میکنه و زنبور رو یه حالت وادار میکنه، وحشی میشه که بیاد شروع کنه نیش زدن، انگار یه چیزی حمله کرده به کندو و شروع میکنه به نیش زدن. وقتی شروع به نیش زدن میکنه، این زهرشو پخش میکنه روی این سطح شیشه ایه و بعد از 20 دقیقه این دستگاه خاموش میشه و حالا طبق برنامه یه 10 دقیقه آسایش میدن تا زنبور آرام بشه، در با شیشه ها برداشته میشه، میره توی کارگاه، شروع میکنن به تراشیدن. معمولا بین هر 10 کندوی ما 1 گرم الان برداشت داریم و این فریز میشه و جهت مصارف دارویی به فروش میرسه. مورد دیگه هم که دیدم جلوه دهانه کلوندونای شما دریچه هایی نصب شده بود که به هر حال زنبورا وقتی میخواستن برن داخل گرده ها از پاشون جدا میشد و وارد اون کلوندون میشن. این داستانش چیه؟ توی فصلی که گل و گیاه خوبه، ما تله گرده میذاریم جلوی ورودی کلونی. زنبورا که وارد میشن وقتی میرن و روی گلا میشینن، گلای متفاوت، گردهای متفاوت میارن. وقتی وارد میشن از اون سوراخ ها مجبورن وارد کندو بشن و از اون دریچه‌ای که میخوان، دریچه پروازشون رو در اصطلاح وارد کندو بشن، مجبورن از اون تله گرده
جدا بشن و وقتی وارد کندو میشن اون بدنشون در واقع در اصطلاح تکیده میشه، گرده میمونه و زنبور وارد کلونیش میشه، وارد کندو میشه. و اون گرده استحصال میشه و هر کندوی هم معمولا تا 100 گرم برای ما روزانه میتونه در سایه طبیعت انجام نمیدی. نه، به خاطر اینکه خود کندو هم خودش نیاز به این گرده داره و نباید همه رو برداشت کرد، در واقع یه هر چند روز یک بار اتفاق میفته و بیشترش بستگی به طبیعتی داره که ما کندومون در اونجاست. چون کندوی ما به صورت فقط ثابت نیست، در سال دو بار کوچ دارن، یه بار منطقه گرمسیر، یه بار همین منطقه که الان هستیم و یک بار از اینجا به منطقه سردسیر. هر چی طبیعت در واقع بکرتر و پربارتر باشه این گرده هم در واقع بیشتره. پشت سر ما یه مزرعه میبینم که گلای آبی رنگ و بنفشه رنگی داره، در خب توی بستر درخت‌ها هم ایجاد شده. اونا چه گیاهی هستش و برای همین زنبوراست یا نه؟ نه، اونا بحث گیاهان داروییه ولی زنبورای ما هم از اون استفاده میکنن. یکی استقدوس هست، حالا گیاهان داروی آویشن داریم، زنبور هم از اون استفاده میکنن ولی بحث درست. در این مزرعه علاوه بر اینکه به هر حال بحث زنبورداری و کشاورزی غنی داره، پرورش گیاهان دارویی هم هست که مفصل بهش میپردازیم و در مورد گیاهان دارویی هم براتون صحبت خواهیم کرد و شرایطی که دارن. بعد این زنبورها گفتین 1000 کلونی، درسته؟ الان موجودی 1000 کلونی. شما چه جوری زیاد میکنین؟ شما بارگیری میکنین؟ ما هر از گاهی که کندو وقتی تعداد قابش تعداد بچه‌هاش زیاد میشه ما از بچه گیری میکنیم. بعد از قاب به قاب میریزیم، از قاب به قاب میریزیم در واقع و کندوی جدید میذاریم، شاخون میزنه، ملکه جدید تولید میشه، عملا یه کندوی جدید معرفی میکنیم. شهرستان آشتیان ما نحوه بارگیری رو بهتون نشون دادیم و معرفی کردیم که در واقع میشه گفت یک کندوی زنبور عسل باید یک ملکه داشته باشه. وقتی دوتا میشن یکی از این ملکه ها رو طرد میکنن یا ملکه جوانتر رو به هر حال میاد بیرون، یه عده‌ای از زنبورها دنبالش میرن، اونها روی درختی مینشینه ملکه و زنبورها دور اون دقیقاً یک تجمعی رو ایجاد میکنن و بعد از اون شخصی که به صورت سنتی داره کارو انجام میده قاب رو میبره یا کلوندی رو میبره زیر اون بار قرار میده و درخت و شاخه رو میتکونه و اون ملکه همراه با زنبورها داخل اون کلونی هدایت میشن و به این شکل در واقع سنتی کاملا کندوها رو جمع میکنه. اما به این شکل که کاملا صنعتی هستش و داره به صورت مدرن هم انجام میشه قاعدتا با سرکشی های روزانه و هفتگی و حتی یه روز در میون باعث میشن که جمعیت کنترل بشه، جمعیت اضافه به کندوی بعدی انتقال پیدا بکنه. درسته؟ درسته، دقیقا همینه. خیلی ممنون. تو بخش بعدی بحث دامپروری این منطقه رو هم بررسی میکنیم، ببینیم تو بحث دامپروری چه حرفی برای گفتن دارن. همراهی ما رو از دست ندین، همسفر ما باشین. یکی دیگه از ظرفیت‌های کشاورزی مجموعه بخش دامپروری اونه و دام سبکه. تو این مجموعه میان دامای بومی منطقه که شامل لوری بختیاری، افشاری و مهربانی میان با تلقی مصنوعی لاپاراسکوپی با اسپرم رومانوف 50% 100% کانادایی
دام آمیخته 50% رومانوف تولید میکنن که این مزیت این دام یکی حذف دنبه دامه، دنبه‌ای که توی دام بومی در واقع چند کیلو از لاشه رو تشکیل میده اینجا دنبه حذف میشه، ظرفیت چند قلوزایی دام بالاتر میره، میشاک چند قلوزا خارج از فصل آبستن میشن و درصد گوشت لاشه بالاتر میره و اینکه کیفیت گوشت بالاتره و در آینده میاد این داما چون چند قلوزا میشه و ظرفیت مجموعه رو 30,000 رس دام مولده و الان به 12,000 رس اون رسیده، میاد یه دام گوشتی به نام نژاد تکسل به اینا اضافه میکنه که ضریب رشد بالاتری داره و تولید در واقع گوشت سریعتر، تولید گوشت بیشتری داره و یه مقدار از زنجیره گوشت این کشور رو به خودش اختصاص میده. بخشای دیگه هم داره که بحث خوراک دامه، بحث کشتارگاهه که تو بحث خوراک دام چون اینجا 30,000 رس مولد و 90,000 رس پروار در ساله، باید یه سیستم خیلی قوی داشته باشه که بتونه خوراک اینا رو تأمین کنه و با استفاده از مشاورین خارجی، یه مشاور هلندی ما داریم که تو این زمینه ما رو کمک میده، چه تو پرورش چه توی بحث خوراک دام و خوراک اینا رو کارخونه خوراک ما دام ما تولید میکنه و شامل دو بخشه، یک بخش علوفه‌ای یک بخش کنسانتره است. کنسانتره رو نهاده دامی رو میارن مثل ذرت، سویا، کلزا و جو رو آسیاب میکنن و ذرت رو آسیاب میکنن و کنسانتره رو در واقع تولید میکنن. کنسانتره واسه هر نوع دام بستگی به نوع دامش فرق میکنه، دام اوایل آبستنی، اواخر آبستنی، پرواری، شیردهی، تمام اینا فرق داره و با یه درصد خاصی از علوفه میکس میشه با دستگاه میکسر و فیدر میکسر روی سالونا پخش میشه طی تایمای مختلف و سر تایمای میزون خودشون خوراک پخش میشه. میریم جلوتر، دام واسه الان چون بخش کشتارگاه ما آماده نیست، دام ها به صورت زنده داریم میفروشیم و داما دارن به استانهای تهران، اصفهان، خوزستان و خود استان لرستان، یه ظرفیتی ازش دامهای این شرکت گوشت استان و استانهای همجوار رو تأمین میکنه. دام رومانوف ما علاوه بر این که اون بحث دنبه و اینا رو کم داره و دنبهش رو در واقع حذف کردیم، اینا نسبت به گرما و سرما مقاومترن نسبت به دام بومی و دامیه که نیاز به مرتع نداره و همه زیر سالن نگهداری میشه و در صورت توی سیستم بسته است. از نظر بهداشتی فارم ما خیلی رعایت میکنه، به طوری که ما هیچ کسی نمیتونه وارد فارم ما بشه، از خارج نمیتونه وارد این فارم بشه، پرسنل باید تماما دوش گرفته مرتب وارد فارم بشن، واکسن ها روتین استفاده میشه و دام درمانی انجام نمیشه چون اکثرا دامای ما سالمن. توی سال دو بار پشمینی میشه، کیفیت پشم این نوع دام کیفیت پشم مرغوب تری داره نسبت به دامای بومی و سالانه دو بار پشمینی میشن، یه بار حمام کنه میرن توی فصل بهار و این دام همینجور رو به جلو میره که انشالله ما برسیم به اون ظرفیت 30,000 رس مولد و 90,000 از پروارمون در سال.
در ادامه معرفی ظرفیت‌های کشاورزی این مجموعه میرسیم به جایی که به هر حال گیاهان دارویی در اون داره رشد و نمو میکنه و بخش مهمی هم هست که تو صنعت کشاورزی. الان اکثر جایی که ما داریم میریم گلخونه های گیاهان دارویی رو میتونیم ببینیم و برداشت اون رو حتی در فصلی که حتی ممکنه فصل برداشت اون محصول نباشه و حتی نگهداری اون توی منازل. گیاهان دارویی توی زندگی امروزه ما جایگاه خاصی رو باز کردن و قاعدتاً با شناخت این نوع گونه ها میتونیم بهترین استفاده ها رو از این طبیعت ببریم. خانم دکتر خوشبخت همراه ما هستن، کارشناس گیاهشناسی، و قرار برامون توضیح بدن اصلا جایی که در اون قرار گرفتیم چه ظرفیت هایی داره و این مجموعه شامل چه بخش هایی. این شما بینندگان همسفر بفرمایید. با سلام به بینندگان خوب برنامه همسفر. بخش گیاهان دارویی در مجموعه کشت و صنعت یه بخش نوپا هستش که خودش شامل 3 زیر بخش هستش: بخش گردشگری، بخش کشاورزی و بخش صنعت. در زیر مجموعه بخش گردشگری کلکسیون گیاهان دارویی، یعنی محلی رو که ما الان درش قرار داریم رو هستیم. این کلکسیون یکی از متنوع ترین کلکسیون های گیاهان دارویی در کشور هست. مساحتش حدود 3 هکتار هستش و حدود 200 گونه گیاهی رو در خودش جای داده. این 200 گونه گیاهی شامل گیاهان دارویی زینتی، گیاهان دارویی صنعتی، درخت و درخچه های دارویی و گیاهان دارویی محض هستند. گیاهان به صورت 1 ساله، 2 ساله و چند ساله هستند. در واقع بخش کلکسیون گیاهان دارویی رو به منظور حفظ بانک ژنی گیاهان دارویی بومی و غیر بومی و همینطور بازدید گردشگرا احداث کردیم. الان جایی که هستیم، خب 200 گونه گیاه که شما اشاره میکنین اقلیمای متفاوتی رو میطلبه. تمام این گیاهانی که اینجا رشد و نمو میکنن مربوط به اقلیم لرستان میشن، یا اینکه نه در جنوب، شمال، شرق، غرب، مرکز کشور هم میتونیم این کاشت و داشت و برداشت رو داشته باشیم؟ در واقع ما این 200 گونه گیاهی رو از گونه های بومی و غیر بومی که سازگار به اقلیم اینجا هستن انتخاب کردیم. بله، و اینکه کسانی هستن که علاقه دارن توی منزل خودشون این نوع گیاهان دارویی رو پرورش بدن و ازش استفاده بکنن، چه نوع گونه هایی رو شما پیشنهاد میدین که بتونن تو حیات خونه یا تو گلدون اون رو بکارن و ازش استفاده بکنن؟ با توجه به اینکه این روزها استرس و بیخوابی تو زندگی ماها خیلی زیاد شده، من گونه هایی رو پیشنهاد میدم که خاصیت ضد استرس، آرام بخش و خواب آوری رو دارن. از جمله بله، از جمله گیاه بهلیمو، گیاه استخدوس. اینها گیاهانی هستن که هم خاصیت آرامش بخشی رو دارن و هم به بهبود خواب شبانه کمک میکنن. درسته. گیاهانی که الان توی مجموعه داریم کدوما به عنوان دمنوش استفاده میشه و میشه اونها رو به عنوان دمنوش استفاده کرد الان؟ گیاهان زیادی هستن که به منظورهای مختلفی استفاده میشن، از جمله نعنا فلفلی که توی بیماری‌های معده و روده‌ای خیلی تاثیرگذار هستن، و گیاه مرزنجوش و یا مرزی خوزستانی که در درمان عفونت‌های بدنی داره استفاده میشه، و اینکه تقریبا تمامی گیاهانی رو که در کلکسیون ما داریم هر کدومش خاصیت درمانی خاص خودش رو داره که اگه توجه کرده باشیم ما تو کلکسیون کنار هر گیاه دارویی یه تابلوی زدیم که توی اون تابلو نام فارسی، نام انگلیسی و همینطور خواص دارویی گیاه رو ذکر کردیم که گردشگرها وقتی که میان اینجا بازدید دارن از کلکسیون بتونن خواص گیاه رو به همراه شکل ظاهر گیاه مشاهده کنن. قبل از این گیاهان دارویی رو تو طبیعت بیشتر جستجو میکردن، کوهنوردایی که بالای کوه میرفتن و به هر حال کوهنوردی میکردن، در کنارش گیاهان دارویی که میشناختن میچیدن و همراه خودشون میآوردن، یا به هر حال تو طبیعت بعد اونها رو پیدا میکردیم. چی شد که این گیاهان دارویی از دل طبیعت به این شکل اومد و به هر حال تمرکز پیدا کرد؟ اینا بذرشون بذر پرورشی یا همون بذر طبیعی که تو دل کوه و کمر و دشت و بیابون بوده؟ با توجه به این که امروزه استقبال مردم از داروهای گیاهی خیلی زیاد شده و در مقایسه با داروهای شیمیایی عوارض کمتری رو به دنبال دارن، استقبال مردم از این داروها خیلی زیاد شده و گیاهایی رو که ما در اینجا داریم بیشترشون بذراشون رو به صورت طبیعی از گیاهانی رو که در مزرعه ما پرورش دادیم بذرگیری میکنیم و بذرهاشون رو در اینجا کشت میکنیم و استفاده میکنیم. در دوران سلامت
که گردشگران میتونن به نظر مجموعه کاملا بهره ببرن؟ بله، در این مجموعه کلکسیون علاوه بر بازدیدی رو که میتونن از انواع گیاهان دارویی داشته باشن، میتونن گیاه دارویی رو به صورت خشک و یا دمنوش اینجا تهیه کنن و همینطور عرق‌های گیاهی رو میتونن خریداری کنن. بسیار خیلی هم خوبه و عالی سوغات این مجموعه میشه دیگه، گیاهان دارویی که در اینجا هست. باز هم تاکید میکنم کسانی که دانشجوی کشاورزی هستن به خصوص و دانش آموخته این رشته میتونن از این نوع مراکز بازدید کنن و با اقلیم و در واقع کاشت و داشت برداشت محصولات به صورت کاملا عملی یه جورایی خودشون رو وفق بدن و آموزش کامل رو بگیرن. همراهی ما رو از دست ندین، همسفر ما باشین. این هم موضوع امروز برنامه همسفر، ظرفیت‌های کشاورزی این منطقه که تقدیم نگاه مهربانتون شد. در فضای مجازی همسفر ما باشین، همسفر نقطه تیوی. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونین ما رو مطلع کنین. تا فردا موضوع دیگه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. شاد باشین، دیگران رو هم شاد کنین.